سرخط خبرها و مهمترین ها. وزارت خارجه روسیه: در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی با حدود 10,000 نیرو حضور دارند. وزارت دفاع طالبان کشته شدن 5 تن از کارکنان قلوردی الفاروق ایراد را تایید کردند. پیام منصوب به رهبر طالبان: مسئولیت عالمان دین است که مردم را متحد نگه دارند. مراسم خاکسپاری سید بحرالدین فرمانده جبهه مقاومت تحت نظر طالبان برگزار شد. ملت داغدار شد. کیف: روسیه جسد آمریکایی کشته شده در جنگ اوکراین را تحویل داد. عمران خان: به منظور برگزاری انتخابات روز جمعه از لاهور تا اسلام آباد مظاهرات را اندازی می کنم. مشروع خبرها: معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی با حدود 10,000 نیرو حضور دارند. آلک سیرمولونوف به خبرگزاری راشیا تودی گفته است که وضعیت فاجعه بار اجتماعی اقتصادی افغانستان زمینه برای رادیکال سازی و جذب تروریست ها شده است. او گفت که روسیه بسیار جدی و با دقت وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و هجوم تروریست ها به افغانستان همچنان ادامه دارد. با گفته این دیپلمات روز، حمایت مالی تروریست ها در افغانستان از خارج انجام می شود. آلک سیرمولوتوف از هیچ کشور نام نگرفت. با این حال او امریکا را متهم کرد که این کشور همراه با متحدانش به بازی های ژئوپلیتیکی خود ادامه می دهند و در بی‌ثباتی اوضاع در خود افغانستان و در مناطق مرزی نقش دارند. رئیس جمهور روسیه نیز پیشتر امریکا، بریتانیا و غرب را متهم به حمایت از مخالفان طالبان در مرزهای افغانستان کرده بود. ولادیمیر پوتین همچنین روز چهارشنبه 4 عقرب در نشست مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت که تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خطر بالقوه برای منطقه است. وزارت دفاع طالبان کشته شدن 5 تن از کارکنان قلوردی الفاروق ایراد را تایید کرد. وزارت دفاع طالبان حمله به کارکنان قلوردی 207 الفاروق در ایراد را تایید کرد. این وزارت گفته در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک کاستر حامل کارمندان صحی این قلوردو 5 نفر کشته و شمار زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیام منصوب بر رهبر طالبان: مسئولیت عالمان دین است که مردم را متحد نگه دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه با شمار از بزرگان و عالمان دینی اندراب و تخار دیدار کرده است. رهبر طالبان گفته که دشمن در تلاش ایجاد تعصبات قومی، زبانی و سمتی است. از همین رو مسئولیت متوجه عالمان دین است که مردم را متحد نگه دارند. با گفته ذبیح الله مجاهد، رهبر طالبان افزود که دشمن در میدان نظامی شکست خورده و دیگر توان حمله نظامی ندارد. مراسم خاکسپاری سید بحرالدین فرمانده جبهه مقاومت تحت نظر طالبان برگزار شد. طالبان هفته گذشته سید بحرالدین را به اسارت گرفتند و سپس سر بریدند. منابع در بدخشان: از تشییع پیکر سید بحرالدین فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان با حضور صدها تن از اهالی منطقه خبر میدن. گفته می شود هواداران سید بحرالدین پیکر او را روز دوشنبه در منطقه دشت شهدای فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به خاک سپردند. با گفته این منابع، طالبان به مردم اجازه نداده بودند پیکر این فرمانده جبهه مقاومت را به خاک بسپارند، اما اهالی افتل به اجارهای طالبان توجهی نکردند و مراسم تشییع را انجام دادند. جبهه مقاومت ملی روز پنج شنبه خبر کشته شدن سید بحرالدین آقا از فرمانده مهم این جبهه در بدخشان را تایید کرد. گفته می شود طالبان پس از چندین روز درگیری با نیروهای تحت رهبری سید بحرالدین آقا او را در منطقه شیوه به اسارت گرفتند و سپس سر بریدند. 8 از همراهان این فرمانده نیز پس از اسارات تیرباران شده است. بازداشت و قتل 4 نفر در پنجشیر و بدخشان: 3 غیر نظامی در پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت شدند و یکی از آنان کشته شد. منابع خبری از بازداشت و قتل 4 تن در پنجشیر و بدخشان به دست طالبان خبر می‌دهند. منابع به ایندیپندنت فارسی گفتند که طالبان حوالی ساعت 11 روز سه شنبه 3 تن از ساکنان دره عبدالاخیر پنجشیر هنگامی که به دنبال مواشی های خود به کوه رفته بودند بازداشت کردند. منابع خبری میگویند که این 3 تن نور محمد، غلام ایشان و شیراقا نام دارند و پس دریافت یک نامه رسمی از فرمانده نظامی طالبان در منطقه دره برای پیدا کردن مواشی های خود در کوه منطقه سارک رفتند، اما طالبان آنها را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردند و به زندان دشتک انتقال دادند. با گفته این منابع، طالبان نور محمد را آنقدر شکنجه کردند که زیر شکنجه جان باخت و همراه او نیز در نتیجه شکنجه های شدید به کوما رفت و اکنون در بیمارستان ایمرجنسی در آنابه بستری است.
از وضعیت 30 فرد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. کیف، روسیه جسد آمریکایی کشته شده در جنگ اوکراین را تحویل داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه جسد یک شهروند ایالات متحده را که در جنگ علیه نظامیان روسی در اوکراین کشته شده بود به کیف تحویل داده است. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که در تبادله اسیران میان اوکراین و روسیه افزون بر جسد این داوطلب آمریکایی 10 سرباز اوکراینی نیز از اسارت روسیه رها شدند. یرماک ضمن اعلام تبادله اسیران میان کیف و مسکو گفت جسد داوطلب آمریکایی جشوا الن جونز نظامی پیشین آمریکایی که برای اوکراین می‌جنگید و در نبرد علیه اشغالگران کشته شد نیز تحویل داده شده است. شبکه خبری CNN گزارش داده است که خبرنگار این رسانه نیز شاهد انتقال جسد این شهروند آمریکایی در منطقه زاپوریژیای اوکراین بوده است. پدر جاشوا به CNN گفته است که فرزند 24 ساله‌اش در ماه آگوست در اوکراین کشته شده بود. او افزوده است که وزارت خارجه ایالات متحده در مورد انتقال جسد جاشوا به وی معلومات داده بود. تاکنون مشخص نشده است که چه تعداد شهروند آمریکایی برای جنگ بر ضد تهاجم روسیه بر اوکراین داوطلب شدند، اما سفارت اوکراین در واشنگتن دی سی در ماه مارس گفته بود که کم و بیش 4000 شهروند آمریکایی برای دفاع از اوکراین در برابر روسیه داوطلب شدند. عمران خان به منظور برگزاری انتخابات روز جمعه از لاهور تا اسلام آباد مظاهرات را اندازی میکنم. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که به خاطر برگزاری انتخابات پیش از وقت یعنی روز جمعه مظاهرات گسترده را از شهر لاهور تا اسلام آباد پایتخت آن کشور را اندازی میکند. پیش از این شمار اندک از حامیان عمران خان هفته گذشته پس از آن دست به اعتراض زدند که کمیسیون انتخابات آن کشور صدر اعظم پیشین پاکستان را به تاریخ 21 اکتبر برای 5 سال از نامزد شدن به کرسی‌های انتخاباتی سیاسی سلب صلاحیت کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد که عمران خان به طور غیر قانونی هدایای دولتی را فروخته و ثروت خود را به عنوان صدر اعظم پاکستان کدمان کرده است. عمران خان شام سه‌شنبه به وقت محل در شهر لاهور پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت تصمیم گرفتم تا ساعت 11 صبح جمعه راهپیمایی طولانی را از میدان آزادی در لاهور تا اسلام آباد را اندازی کنم. فاصله میان این دو شهر لاهور اسلام آباد 380 کیلومتر است. عمران خان همچنین افزود که به حکومت فعلی پاکستان فشار وارد میکند تا فوراً انتخابات را اعلام کند. او از حامیان و اعضای حزبش تحریک انصاف خواست تا در جریان مظاهرات باید از توسل به خشونت اجتناب کنند. خان که در ماه اپریل سال روان میلادی پس از رأی عدم اعتماد پارلمان کشورش از کرسی صدارت کنار زده شد، در سراسر پاکستان تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده و خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت شده است. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.